خب قصه دار دارید بزرگ داشته 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در یک مقطع بسیار حساس و خاصی رو داره انجام می شود و مقدمات برگزاری این مناسبت مهم کشور عزیزمون و انقلاب اسلامی، انقلابی که به عنوان یک پدیده بی‌نظیر در دنیا و مهمترین رخداد قرن بیستم دنیا را متوجه خودش کرد، برای نخستین بار ساختار حکومت و قدرت نظام سلطه در هم پیچید. به برکت این انقلاب نظامی شکل گرفت که اثبات کرد می شود حکومتی رو و نظام و رژیمی رو فعال دایر و تأسیس کرد که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه‌پذیر. انقلاب اسلامی در شرایطی در سال 1357 به پیروزی رسید برخلاف محاسبات و تصورات دو ابرقدرت نظام دو قطبی آن روز، و می‌بینیم که از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب تا کنون در طول 40 سال انواع توطئه، تهدید، فشار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به خصوص جنگ سخت نظامی در راستای براندازی نظام دینی، توطئه‌هایی که برای ساقط کردن یک حکومت هر کدام از اونها کافی بود، لکن با عنایت خداوند قادر متعال، هدایت‌های حکیمانه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه و مقام معظم رهبری روی فدا، با کمترین هزینه در طول 40 سال گذشته بیشترین و بهترین کارآمدی در ثبات و رشد انقلاب در ابعاد گوناگون و تاثیرگذاری در کران تا کران جهان و محدود نشدن به جغرافیای کشور عزیزمون ایران. بزرگداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با یک ماهیت متفاوت از 39 سال قبل بود. ما در سنوات قبل طبق یک روال متعارف عمدتاً داشتیم برگزاری دهه فجر انقلاب اسلامی به شکرانه این موهبت الهی، پیروزی انقلاب و تأسیس نظام دینی. امسال انشاءالله با حضور پرشور و حماسی مردم عزیز ما در صحنه مراسمی رو برگزار خواهیم کرد و جشن پیروزی انقلاب به عنوان نماد بلوغ، تکامل، رشد یافتگی، نشاط و شادابی و بالندگی در 40 سالگی انقلاب و نظام مقدس برآمده از انقلاب اسلامی. و وجه مهم و تمایز سوم در مقایسه با سالهای قبلمون همون شرایطی است که به اختصار در یکی دو جمله اشاره شد. در شرایط دفاع مقدس در برابر این جنگ نرم تحمیلی نظام سلطه با هدف شوم براندازی نظام اسلامی از طریق هدف قرار دادن مردم، کاهش امید و اعتماد مردم به نظام، کاهش امید مردم نسبت به آینده و به زعم شیطانی خودشون، شاید بتوانند مردم رو در برابر نظام قرار بدن و حتی تجهیز مردم برای ایستادگی در برابر نظام. پس یک بخش اساسی بزرگداشت 40 سالگی انقلاب در راستای کارزار با نظام سلطه خواهد بود. ما در مجموعه مرکز در ماه‌های اولیه با نگاه موضوعات محوری با 21 کارگروه متشکل از همه ارگان‌ها و نهادها کار را شروع کردیم. امروز در آستانه بهمن ماه 35 کارگروه عهده‌دار مدیریت و مقدمات برگزاری این مراسم هستند. بیش از 550 کارگروه در مراکز استان‌ها و بیش از 4000 کارگروه در شهرستان‌ها از ماه‌ها قبل فعالیت خودشون رو شروع کردن. خب ماموریت اصلی چیست؟ اجمالاً
با همون نگاهی که اشاره شد، یک انشاءالله برگزاری جشن با شکوه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دو پاسخ به نظام سلطه و خونسا کردن این توطئه از طریق روشنگری، بصیرت افزایی و آگاهی بخشی که مردم عزیز ما، این مردم فهیم، زمانشناس و همیشه حاضر در صحنه ایران اسلامی، مردمانی نمونه در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون، با آگاهی بیش از پیش انشاءالله مهیا بشوند برای خلق حماسه.